چون فردا روز جهانی زبان مادری هم هست، میخوام یه گریزی هم اونوری بزنیم. یکی از تبعیض هایی که توی کشور ما داره اتفاق میفته مربوط میشه به همین مسئله زبان مادری. مسئله زبان مادری رو خیلی ها اومدن سیاسیش کردن و گفتن که مثلا حالا به خاطر یک پارچگی کشور، نمیدونم، مسائل این مدلی، و اساسا از اون دیدگاه بهش نگاه کردن. اما من میگم، و البته این حرف من نیست، خیلی از کسانی که توی زمینه فعالیت میکنن میگن که ما باید این مسئله زبان مادری و آموزش به زبان مادری رو از نظر اجتماعی هم بررسی بکنیم. یکی از مواردی که تبعیض آموزشی اتفاق میفته و از همون لول اول باعث میشه که یک سری از جوامع ما توی سطوح آموزشی پایین تر قرار بگیرن و پیشرفت کمتری داشته باشن، در نتیجه فقر توشون بیشتر باشه و همینطوری لول به لول اضافه بشه، همین مسئله آموزش به زبان مادری. شما یک کودک رو در نظر بگیرید، 6 سال و نیم، 7 سالشه، میره کلاس اول دبستان، یکی فارس زبانه، فارسه، یکی مثلا فرزند عربه، ترکه، کرده، فرقی نمیکنه. این دوتا هر دو میرن توی یک کلاس درس، هر دو یه سری آموزش، یه سری استرس هایی رو دارن. یعنی هر بچه‌ای که اولین دفعه میره سر مدرسه یه سری استرس های مشترکی رو داره، محیط جدیده، با آدمای جدید قرار گرفته، همه چیز واسش تازگی داره و همه اینها یه فشار روانی روی اون بودن که متاسفانه خیلی از معلمای ما هم آموزش ندیدن که چطور باید با این فشار روانی برخورد. حالا همزمان با این فشار روانی، اون بچه یه کرد، ترک، بلوچ، عرب یا لور یا هر زبون دیگه ای با این هم مواجه میشه که اصلا نمیفهمه که اون معلم چی میگه، نمیفهمه که اون معلم چی رو داره ارائه میکنه. یعنی بچه فارس باید نوشتن آب رو یاد بگیره، بچه ترک اول باید یاد بگیره که آب میشه سو، بعد نوشتن آب رو یاد بگیره. یعنی دو برابر باید تلاش بکنه. توی لول بعدی وقتی که سوال ازش پرسیده میشه، بچه غیر فارس زبون ذهنیش اینه که مثلا به زبون مادری خودش فکر میکنه. همه بچه ها به زبون مادری خودشون فکر میکنن تو مرحله اول. یه سوال به فارسی دریافت میکنه، باید توی ذهن خودش اینو ترجمه کنه، بعد به زبون مادری خودش جواب بده، بعد دوباره این رو ترجمه کنه و به فارسی پاسخ بده. و همه اینها باعث میشن که اعتماد به نفس اون بچه کمتر بشه توی آموزش، اعتماد به نفسش کمتر بشه توی سوال پرسیدن. جانم بگو. ببخشید من وسط طرف شما میپرم. اگه شما دوست ندارین جواب بدین حرفتون ادامه بدین، من دستم اینجوری میبرم. خب ممکنه بعضی بگن درسته، ولی این به بچه ترک ممکنه کمک بکنه که بتونه دسترسی داشته باشه به کار تو همه جای ایران به جای اینکه فقط تو قسمت‌های ترک زبان، و این احساس همبستگی این بچه‌ها رو به ایرانی بودنشون اضافه میکنه، باعث میشه که احساس نکنن که بعضیا قسمت‌های ترک ایران، قسمت‌های عرب ایران، قسمت‌های کردی ایران از بقیه ایران جداان، اینا رو احساس کنن که اینا همه مردم یک کشورن اگه به یک زبون صحبت بکنن. اگه اینا رو بهشون زبونهای مختلف درس بدین، اینا میشن آدمای مختلفی که اصلا نمیتونن با هم، اگه نمیتونن اصلا با هم حرف بزنن، چجوری اصلا میتونن با هم یک کشور تشکیل بدن؟ بعد شما جوابتون به اینا چیه؟ جواب من به این سوال ها جوابیه که کشورهای مختلف آلردی دادن. جواب آموزش چند زبان است. ما وقتی مثلا میگیم آموزش به زبان مادری برای اینکه رفع تبعیض بشه نیازه، حالا جدای از مسائل فرهنگی که خیلی از کسانی که دغدغه‌های فرهنگی دارن مطرح میکنن، خب اونا شخصا برای من دغدغه نیست که حالا زبانها حفظ بشه و این صحبت‌ها، آره دغدغه فرهنگی هست اما راه‌های دیگه‌ای هست براش. اما آموزش به زبان مادری صرفا به خاطر همین مسئله تبعیض آموزشی به نظر من خیلی مهمه. اما راهکار برای این انتقاد قبلا ایجاد شده، آموزش های چند زبانه هست. ببینید وقتی یه نفر میگه آموزش به زبان مادری اتفاق بیفته، معنیش این نیستش که از اول دبستان تا پایان دانشگاه به همون زبان فقط صحبت بشه توی محیط آموزشی. مثال میزنم، مثلا توی آفریقای جنوبی لول تحصیلی اینطوری پیش میره. شما سه کلاس، یعنی بچه شما سه کلاس اول
آموزشش رو به زبان مادری دریافت میکنه، اما حتی اون هم اجباری نیست. یعنی اگر بچه ای هست که به آفریکانس یا انگلیسی که دو زبان رسمی کشور هستن، در واقع دو زبان اداری کشور هستن، چون همه زبانهای کشور رسمی، دو زبان اداری کشور هستن، اگر بچه هست به اونا مسلطه، خانوادهش میتونن تصمیم بگیرن از اول همون زبانها رو بخونه. اگر بچه هست که به اونها مسلط نیست و این ممکنه باعث تبعیض آموزشی بشه واسش، خانوادهش اون رو به زبان مادریش ثبت نام میکنن. 3 سال اول آموزشش، آموزشش به زبان مادریه و زبان آفریکانس یا انگلیسی رو به عنوان زبان دوم آموزش میبینه، مثل یک کلاس زبان. حالا وقتی بچه به پایه سوم رسید و پایه سومش رو تموم کرد، دیگه به اون زبان مشترک مسلطه و حالا آموزش میتونه به اون زبان منتقل بشه بدون اینکه بچه دچار تبعیض آموزشی بشه. از اون مرحله به بعد کلاس ها به 2 زبان، یعنی به درس های مختلف تقسیم میشن و بین زبان مادری، که زبان مادری هم فراموش نشه، میخوان اون قدرت زبان رو حفظ کنن، کلاس ها به دو بخش تقسیم میشن. یکیش به زبان اداری که حالا بسته به انتخاب انگلیسی یا آفریکانس هست توی مرحله اول، و یه بخشش هم به زبان مادری ادامه پیدا میکنه. امتحانات اما به زبان اداری برگزار میشه، چون تسلط بچه به اون زبان بسیار مهمه واسه آینده تحصیلش. توی مرحله بعدی زبان دوم اداری بهش آموزش داده میشه. یعنی اگر تو مرحله اول انگلیسی رو یاد گرفته، مرحله بعدی آفریکانس رو یاد میگیره. اگر مرحله اول آفریکانس رو یاد گرفته، مرحله بعدی انگلیسی رو یاد میگیره. و زبان مادریش هم کماکان هست. یعنی یک بچه وقتی توی آفریقای جنوبی فارغ التحصیل میشه، انگلیسی، آفریکانس و زبان مادریش رو حداقل بلده. یه پیشرفت خوب داره، تو جامعه جهانی جای خوب داره، تحصیلاتش رو خوب انجام داده و تبعیض آموزشی هم نگرفته. یعنی این یه مسئله حل شده است، لازم نیستش که ما بیایم چرخو از اول اختراع بکنیم. خب خیلی کسایی که از این حرکت های مثلا تجزیه طلبیانه میترسن، ممکنه بگن که این حرف اولیه که خیلی ها میزنن، اینجوری در باز بکنن که زبان مادری بشه، چند سال اول زبان مادری درس بدن، زبان کشور و زبان میشه زبان دومی که دارن درس میدن، ولی این چند سال اول دوران دبستان خیلی مهمتر از سالهای بعدیه، به خاطر اینکه مغز بچه بعد از این مدتی دیگه زبانهای دیگر رو سخت‌تر میتونه یاد بگیره هرچی بزرگتر میشه، و تسلط کمتری خواهد داشت به زبان مثلا فارسی اگه دیرتر اینو یاد بگیره. و اگه میگن در مثلا ممکنه بگن اینو در باز بکنیم به اینکه زبان مادری رو اول یاد بگیرن، این یه چیزیه که بهشون میدیم. بعد همینجوری این گروه های مثلا کردی و ترکی، البته این حرفای من نیست، این حرفایی که من از میشنوم و من دارم از طرف سعی میکنم ببینم نظر مخالف چیه. بعد میگن که این گروه های مثلا کردی و ترکی و عربی بعد که اینو گرفتن، خب بعد بیشتر میخوان، یعنی بعد میگن که اصلا چرا باید زبان دوم رو یاد گرفتن، زبان فارسی رو مثلا یاد گرفتن اصلا باید اختیاری باشه، چرا این شما مثلا فارسی رو اصلا بهشون یاد دادن، اصلا این چیزه، این تبعیضه. و همچنین آروم آروم مثلا کاملا یه کاری میکنن که مثلا بچه ها خودشون اگه نخوان برن زبان دوم یاد بگیرن، زبان فارسی یاد بگیرن، و کسی بهشون درس نمیده، و خب اکثر بچه هم نمیخوان چیز بیشتر از خودشون داوطلبانه کار بیشتر که انتخاب نمیکنن. به همینطوری به مرور زمان یه جوری میشه که اصلا کشور رو چند زبانه میکنین، کشور رو که چند زبانه میکنین، این باعث میشه که رابطه بین قسمت های مختلف کشور کاملا قطع بشه، و این میشه شروع میشه باعث میشه که راحت تر حرکت های تجدید طلبی انجام بشه وقتی که اصلا این گروه های مختلف اصلا با هم نمیتونن حتی صحبت بکنن. شما میگن اینا بهونه است برای یک حرکت دیگه، نظر شما چیه؟ ببین این سوالی که، یعنی این مسئله که مطرح کردی رو من تو 3 بخش مختلف میخوام جواب بدم. اولش مسئله این که بچه دیرتر یاد بگیره سخت‌تر یاد میگیره و این صحبت ها. خب بچه‌ای که 6 سال و نیم 7 سالگی رفته مدرسه و فارسی رو تا اون موقع یاد نگرفته بوده، همون موقع داره یاد میگیره دیگه. ما داریم میبینیم که توی استان آذربایجان شرقی و توی سیستان و بلوچستان ماکسیموم رفوزگی توی پایه اول دبستان اتفاق میفته. این یعنی چی؟ یعنی که این بچه فارسی رو یاد نگرفته بوده، وگرنه تفاوت ضریب هوشی اونقدر نیستش تو کشور که مثلا بگیم نه به خاطر ضریب هوشیه که اون بچه ها بیشتر رفوزه شدن. این آمار دقیقا نشون دهنده اینه که اون بچه ها فارسی یاد نگرفته بودن.
حالا ما میگیم به جای اینکه بیاین شما با زور بخواین توی پایه اول به اون بچه فارسی رو همزمان با مسائل دیگه یاد بده و باعث بشه که اون بچه رفوزه بشه، باعث بشه که اون بچه دچار سرخوردگی بشه، باعث بشه اون بچه از تحصیل متنفر بشه و نهایتا هم فارسی رو یاد نگرفته همونطور که شواهد نشون میده، بیاین این رو توی 3 سال با به صورت در واقع آکادمیک به صورت اصولی انجامش بدیم، پراکنده تر باشه و بچه فرصت داشته باشه که این ترانزیشن رو، این انتقال رو انجام بده. وگر شما نمیتونید یه ذهن رو بیشتر از ظرفیتش بهش آموزش بدید، اون بچه اون موقع میتونه خوندن نوشتن رو یاد بگیره یا میتونه فارسی رو یاد بگیره، ولی وقتی شما میای هر دو تاشو میخوای بهش تحمیل کنی هیچ کدوم رو یاد نمیگیره. این یه بخشی از قضیه است. بخش دیگه مسئله تجزیه و تجزیه طلبی و این صحبت ها. من به خاطر همین آفریقای جنوبی رو مثال زدم. خیلی از کسایی که توی این زمینه صحبت میکنن مثلا میان سوئیس رو مثال میزنن، بعد طرف مقابل میگه آی سوئیس با ایران قابل مقایسه نیست، نمیدونم از این صحبت ها، اما آفریقای جنوبی دقیقا با ایران قابل مقایسه است. بارها بحران حکومتی داشته، از اقوامی که اتنیکایی که توی آفریقای جنوبی هستن توی کشورهای همسایش وجود دارن، همونطور که توی ایران هست، مثلا کردها توی کشور همسایه، ترکا توی کشور همسایه، بلوچا توی کشور همسایه، و شرایط اقتصادی خیلی تاپی نداره، شرایط اجتماعی و آزادی‌های اجتماعیش هم درست از ایران خیلی بهتره ولی باز هم خیلی تاپ نیست، برای همین مسائل هم هستش نمیشه این دو تا رو با هم مقایسه کرد. آیا توی آفریقای جنوبی تجزیه اتفاق افتاده؟ نه. آیا توی ایران تجزیه اتفاق میفته؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه مردم اساساً ذات انسانی اینه که ترجیحش اینه که بره به سمت جامعه های بزرگتر. ما از اول هم فرد بودیم و اومدیم کلونی ها رو تشکیل دادیم و رفتیم به سمت جامعه بزرگتر. تجزیه شدن و جدا شدن و جامعه کوچک کردن چون به نفع ما نیست و ما این رو توی در واقع مناسباتمون میبینیم، هیچ کدوممون به صورت دیفالت همچین تمایل رو نداره. وقتی جدایی طلبی یا حالا استقلال واسه خودش گفتمان پیدا میکنه و پایگاه پیدا میکنه که سرکوب زیاد باشه، وقتی شما در مقابلش این سرکوب ها رو کم کنی، این تبعیض ها رو کم کنی، اونها اصلا حالا اون گروه هایی که به خاطر مسائل عقیدتی به این استقلال فکر میکنن، اونها گفتمان پیدا نمیکنن که بخواد بین مردم نفوذ بکنه. در نتیجه کاهش تبعیض و کاهش سرکوب سیستماتیک در واقع مبارزه با استقلال طلبیه، حتی اگر که توی مرحله اول یک سری آدم ها بخوان اینو معکوسش جلوه بدن. اما توی بخش سوم توضیحی که راجع به همین مسئله میخوام بدم، گفتی که میگن که مثلا اگر ما الان اینو بدیم بعدش بیشتر میخوان. آیا در مورد همه تبعیض‌های جامعه انسانی تو کل تاریخ این سوال مطرح نشده؟ اومدن گفتن که اگر همجنسگرایی رو به رسمیت بشناسیم حالا میخوان ازدواج کنن، اگر ازدواج همجنسگرایی رو به رسمیت بشناسیم ای وای حالا میخوان بچه به فرزندی بگیرن یا میخوان بچه دار بشن. همه در واقع جوامعی که دارای مزیت بودن نسبت به رفع تبعیض همین ترس ها رو داشتن که ای وای نکنه تبعیض حذف بشه و اونها با ما یکی بشن. در واقع پس زمینه ذهن همینه. خب ولی اون حرفی که شما میزنی شد و خوبم شد که شد، البته این حرف که شما میزنی ها، یعنی میگم نه اون... منظور من اینه که ترس از حق اضافه خواستن، من مسئله تجزیه رو فکر میکنم، یعنی مسئله استقلال طلبی رو فکر میکنم پاسخش رو دادم. یعنی مسئله استقلال طلبی اصلا به نظر من و به نظر خیلی هایی که جامعه ایران رو واقعا میشناسن اصلا مطرح نیست. در واقع این ایرانی های خارج از کشور هستن به نظر من که بیشتر این مسئله رو مطرح میکنن، چون کسایی که جامعه ایران رو میشناسن میدونن که ما انقدر ازدواج بین اتنیکی داریم، انقدر خانواده های مختلط داریم که اصلا این دیدگاه رادیکال بینشون خیلی خیلی نادره و وقتی که تبعیض نباشه، سرکوب نباشه، اون موجودات نادری، اون درصد اندک گفتمان پیدا نمیکنن، پایگاه پیدا نمیکنن واسه حرفشون. البته من نمیدونم اینو ما آمار دقیقی نداریم، من از هر کی با هر کی صحبت میکنم یا میگن که مثلا با کردا که صحبت میکنیم، با آذریا که صحبت میکنیم، با عربای ایران که صحبت میکنیم،
یا خیلی ها میگن که اگه میخوان جداشن میگن که خیلی ها میخوان جداشن، اگه نمیخوان جداشن میگن هیچکی نمیخوان جداشه. یعنی من هیچ وقت به نظر نمیرسه که آمار درستی نداریم که این چقدر میخوام. مثلا من هر کردی که نمیخواد از ایران جداشه میگه که اصلا این تر من تا اونجوری که من شنیدم تا حالا میگه این اصلا ترس بی خودیه، همه کردا میخوان تو ایران بمونن. با کردایی هم که صحبت میکنم که میخوان جداشن میگن که نه این اشتباهه، اکثر کردا میخوان از ایران جداشن. اصلا از همون جنگ جهانی اول تا الان هم همش هم این کردای کشور خودشون میخوان تا فرصت بسام طلب بگیرن. این من کشور خود اینو قبول دارم که ما آمار دقیق نداریم، اما بخوایم منطقی به قضیه نگاه کنیم، اصلا فرض کنیم که از جمعیت کردها، مثلا کردها رو مثال میزنم، 50% میخوان جداشن و 50% نمیخوان جداشن. کسایی که از این جدا شدنه میترسن، برای مقابله با این جدا شدن باید چی کار کنن؟ سرکوب رو بیشتر کنن. جامعه تحت فشار قرار میگیره و اون گفتمانی که راجع به جدایی حرف میزنه پیشنهادات بیشتری داره واسه ارائه به جامعه. بهشون میگه شما دارید توی این جامعه بزرگ سرکوب میشید، اما اگر جدا بشید این آزادی رو دارید، این امکانات رو دارید. حالا در طرف مقابل بیان سرکوب رو کمتر کنن، تبعیض رو کمتر کنن، اون گفتمان جدایی طلبی اساساً گوش پیدا نمی‌کنه واسه شنیده شدن. پس منطق میگه حتی اگر آمار نداریم باید سعی کنیم که اون مسئله رو کمترش بکنیم. حالا جدا از این که من با خیلی از این گروه‌های جدایی طلب هم صحبت کردم و خودشون هم میدونن، حداقل بر اساس اطلاعاتی که من دارم و صحبت‌هایی که با من کردن، خودشون هم میدونن که جدایی جزو گزینه‌ها نیست.